بله، باز هم خوشبختانه در این بخش مهماندار هستیم با جناب عتیق الله ظریفی، مسئول انجمن افغانستان و آسیای میانه در سمنگان، و در مورد موضوعی که صحبت میکنه، موضوع فیلی ولایت سمنگان که بیشتر جوان ها در چی اوضاع و وضعیت قرار دارن از نگاه تحصیلی و از نگاه کاری و شغلی بیشتر صحبت ها را می داشته باشیم. پس شما هم همراهی مان کنین. سلام و صبح بخیر، خوش آمدین. سلام، تشکر، سلامت باشین. در قدم نخست سلام تقدیم میکنم حضور شما و همه بینندگان عزیز که همین‌اکنون برنامه را بیننده هستند، و آرزوی صحت و سلامتی برای همه هموطنان عزیز ما دارم. ممنون شما آقای ظریفی، خیلی خوش هستیم شما را در کنار خود داریم و بیشتر صحبت را در مورد وضعیت فیلی یا هم اوضاع فیلی ولایت سمنگان می داشته باشیم. می خواهیم بپرسیم که حالا جوانان چگونه می توانند پیشرفت های زیاد را از آن خود بسازند و از نگاه امنیت چگونه هست ولایت سمنگان؟ مشنیم از شما. خیلی خوب، در ولایت سمنگان خوشبختانه در گذشته ها یکی از ولایات امن در شمال افغانستان بود، و در این روزا متاسفانه که داره تبدیل میشه به یکی از ولایات ناامن در شمال افغانستان. در این شبانه روز در ولایت سمنگان متاسفانه امنیت خوبی ما نداریم، و مردم سمنگان خصوصا فعالین جامعه مدنی، نهادهای مدنی، در کل مردم سمنگان از طرف روز و از طرف شب نمیتونن که آزادانه در شهر گشت و گذار بکنن. چند قبل ما شاهدی بودیم که در 2-3 کیلومتری شهر ایبک، مرکز ولایت سمنگان، متاسفانه سه تن از ترافیکارا بی‌رحمانه به شهادت رسانیدن. امی حالی که ما با شما صحبت میکنم، دو شب قبل در داخل شهر ایبک متاسفانه جنگ جریان داشت که ما یکی از افسری امنیت ملی را از دست دادیم. در چند قبل شاهد انفجار یک پوسته در داخل شهر ایبک بودیم که در 2-3 کیلومتری شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان قرار داره، و طوری که شما در جریان قرار دارین، متاسفانه چند قبل ما شاهد یک انفجار بسیار خطرناک در ولایت سمنگان بودیم که حتی بسته شهر ایبک تکان داد و مردم زیاد متضرر شدند، و همچنان زیاد در اونجا شهید و زخمی دادن مردم سمنگان و قربانی شدن. خب میشه در قسمت ای که حالا شما در از نگاه امنیتی صحبت داشتین، حالا میاییم روی که وضعیت جوانان از نگاه تحصیلی چگونه هست؟ میشه که در قسمت فعالیت های خانما هم شما اشاره داشته باشید. خیلی خوب، جوان ها فعالیت های تحصیلی متاسفانه بگیم در سمنگان ما تنها یک مؤسسه تحصیلات عالی داریم که هنوز تبدیل به دانشگاه نشده و دپارتمنت های مختلف فعال نیست، تنها بخش تعلیم تربیه است، و هم یک محدودیت است برای جوان های سمنگان. همین طور تنها ما یک تا دانشگاه خصوصی در ولایت سمنگان داریم که این وضعیت تحصیلی جوانان را من نمیتونم که بگم خوب است در ولایت سمنگان، و حکومت هم در این راستا توجه نکرده به خاطر ارتقای مؤسسه تحصیلات عالی سمنگان به دانشگاه. و حضور بانوها هم خوب است در ولایت سمنگان، ولی متاسفانه سمنگان یک جامعه سنتی است، و حضور بانوان در ادارات دولتی خصوصا در ارگانهای دولتی خیلی کم رنگ است. خب آرزومند هستم که بالاخره روزی برسه که پررنگتر شود حضور بانوان، و بانوان خیلی موفق و شجاع و قهرمانی داریم در افغانستان، نه تنها در مرکز بلکه در تمام ولایات بانوان هستند که با این همه مشکلات مبارزه خیلی زیادی داشتند، و همو بانوان هستند که حالا همین جوانان تشکیل میده جامعه را، و بانوان قهرمان هستند که همیشه کوشا با این بودند که بالاخره فرزند خود این گونه تربیت کنند که موثر به این وطن، به این کشور باشه. خب آقای ظریفی، میخوایم بیشتر صحبت در مورد انجمن شما همچنان داشته باشیم. میشه معلومات بتونید در مورد انجمن که کدام بخشا هست و چگونه فعالیت داره؟ انجمن افغانستان و آسیای میانه، دفتر مرکزی ما در شهر لندن کشور بریتانیا هست که این انجمن را در سال 2000 میلادی که بودن به سال قبل توسط دکتر نورالحق نسیمی در شهر در کشور بریتانیا بنیانگذاری شد،
و از او زمان تا فعلا برای مردم افغانستان و برای پناهنده های افغانستان یا خصوصا کشورهای آسیای مرکزی که در کشورهای اروپایی پناهنده بودن عرضه خدمات میکنه. از جمله چند مورد را من میخواهم به شما اشاره بکنم. ایجاد مکتب فردوسی است که در سال 2001 میلادی در شهر لندن ایجاد شد و خوشبختانه این مکتب تا به امروز بیشتر از 4000 طفل که اکثریتشان اطفال افغانی هستند اونجا تدریس میشه. به مشکل کارزار اروپایی حقوق بشر هست که در افغانستان هم فعالیت داشته و به مشکل فعالیت های چشمگیر ما در افغانستان هم داریم که در بیشتر از 6 تا ولایت به شمول کابل ما دفتر نمایندگی داریم که سمنگان هم از جمله یکی از دفاتر نمایندگی انجمن افغانستان و آسیای میانه است که حدوداً 1.5 ماه قبل افتتاح شد با حضور مقامات حکومتی محلی، جوانان، متنفذین و علمای سمنگان که در اونجا هم ما عرضه خدمات برای مردم داشتیم. از جمله تفاهم نامه ای را با یکی از کلینیک های خصوصی به امضا رساندیم که به اساس تفاهم نامه تداوی اشخاص بی بضاعت در اونجا رایگان صورت میگیره. با مشکل فعالیت های حقوقی است یا ارائه مشوره های حقوقی که در ولایت کابل و ولایت بغلان برای فعلا فعال است و سال 2013 به ایسو انجمن افغانستان و آسیای میانه در افغانستان خصوصا در کابل و بغلان فعالیت های حقوق بشری و فعالیت های ارائه مشوره های حقوقی هم داشته. بسیار خوب. و جناب ظریفی، میشه به عنوان یک فعال جامعه مدنی شما دیدگاهتان را با ما هم شریک بسازین که چقدر میتونه فعالیت های سازمان ها یا انجمنی که شما فعالیت دارین چقدر میتونه مؤثر باشه به خاطر سطح آگاهی مردم ولایت ها، مخصوصا ولایت سمنگان؟ دقیقا در افغانستان در کل و اگر به سطح سمنگان ما فکر بکنیم، ممکن در سمنگان بیشتر از 40 تا نهاد مدنی و اجتماعی وجود داشته باشد. اگر این نهادها همهشان فعال باشند، مثل که ما با یکی از کلینیک‌ها تفاهم نامه امضا کردیم، با مشکل برای مردم آگاهی دهی حقوقی رایگان می‌دهیم، به خاطر ارتقای ظرفیت کورس‌های آموزشی را راه اندازی می‌کنیم. متاسفانه که همه نهادها در افغانستان فعال نیست، اگر نه اینا خیلی نقش اساسی را میتونن در جامعه داشته باشند به خاطر آگاهی دهی مردم. وقتی که من سمنگان را میبینم، از بیشتر از 40 تا نهاد به طور انگشت شمار 3 یا 4 تا نهاد فعالیت دارن و عرضه خدمات به مردم میکنن. خب آرزومند هستم نهادها همچنان توجه در این مورد داشته باشه که هر آن قدر که فعالیتشان زیاد می باشه همون قدر مؤثر می باشه به هموطنان عزیز ما. خب از شما اینو می پرسیم که 4 الی 4.5 ماه قرنطین بود. در آغاز قرنطین چقدر توانستین که امو پلان هایی که روی دست داشتین انجام بیافه و چقدر قرنطین در ولایت سمنگان رعایت شد؟ متاسفانه قرنطین زیادتر به طور اساسی در ولایت سمنگان رعایت نشد و حتی ما حکومت محلی را متهم میکنیم به خاطر گسترش ویروس کرونا در ولایت سمنگان، چون اونا در شرایط کرونایی تنها بازار باز مانده بودن از ساعت 8 صبح الی 10 قبل از ظهر و اشخاصی که در 2 بجه 1 بجه از طرف 4 عصر کار داشتن همه تمرکز میکردن و میامدن به شهر در همین 2 ساعت و حجم شهر ایبک نسبت به روزای عادی چند یا بیشتر از 3 چند یا 4 چند بگیم اضافه شده بود و این خود عاملی بود که ویروس کرونا را متاسفانه در ولایت سمنگان گسترش داد. و طوری که شما در جریان قرار دارین، سمنگان از جمله ولایاتی بود در افغانستان که بعد از ولایت ایراد دومین واقعات مثبت ویروس کرونا در ولایت سمنگان به ثبت رسید. متاسفانه حکومت مرکزی هم توجه چندانی به خاطر جلوگیری از ویروس کرونا در سمنگان نداشتند. ما در بغلان در همسایگی به سمنگان 100 میلیون افغانی حکومت مرکزی به خاطر مبارزه با ویروس کرونا روان کردند. با مشکل در ولایت کندز و یک سمنگان دومین ولایتی بود که واقعات مثبت کرونا ثبت شده بود، متاسفانه 20 میلیون افغانی از سوی حکومت مرکزی به سمنگان روان شد که او هم چندان عرضه خدمات درست نکردند و استفاده موثری در بخش مبارزه با ویروس کرونا متاسفانه از پول در سمنگان صورت نگرفت. دقیقاً. و همچنان می‌خوایم بیشتر در مورد برنامه هایی که انجمن شما روی دست دارن و قرار است که بیاین در عمل پیاده بسازین برنامه هایتان را بیشتر از شما بدانیم.
در انجمن ما سر چند تا برنامه های عمده در ولایت سمنگان کار میکنیم، از جمله ارتقای ظرفیت هست، دادخواهی برای مردم ولایت سمنگان است که خوشبختانه ما همه روزه دادخواهی داریم در ولایت سمنگان. چند قبل برای متضرران سیلاب ها ما دادخواهی داشتیم که خوشبختانه سوی حکومت محلی برشان برای هر فامیلی 15000 افغانی توزیع گردید. همینطور پناهنده ها یا بیجا شده های داخلی که در اثر جنگ، خشکسالی یا آفات طبیعی اونا از یک ولایت به ولایت دیگه خصوصا به سمنگان بیجا شدن، ما به این طبقه هم دادخواهی کردیم که با سکتورهای مربوطه میریم امرایشان صحبت میکنیم تا برای اینا ارزی خدمات صورت بگیره. در بخش ارتقای ظرفیت، در بخش دادخواهی، در بخش حضور پررنگ بانوان در ادارات دولتی ما بیشتر از 37 اداره حکومتی در ولایت سمنگان فعالیت داره، ولی این تو ادارات هم وجود داره که اصلا هیچ بانوی اونجا حضورش نیست، فعالیت نداره، نه به عنوان کارمند و نه به عنوان همکار، و این میتونه که یک نگرانی در بخش کمرنگی حضور بانوان در ادارات دولتی باشه. بنابراین در این راستا هم ما تلاش میکنیم تا دادخواهی صورت بگیره توسط یک بانوی توانمند ولایت سمنگان تا بتانیم که در آینده نزدیک شاهد حضور پررنگ بانوان در ادارات دولتی هم باشیم انشالله. خب میشه از انجمن خود بگوین یا انجمن شما در حدود چه اشخاص فعالیت داره؟ و همیشه طبیعی زمانی که اشخاص زیاد میباشه تیم ورک میباشه، نه تنهایی، و در حدود چند فیصد بانوان هم باش ما همکار هستن؟ حدودا ما 7 کمیته داریم، کمیته هفتگانه که به شمول کمیته بانوان، کمیته ورزشی، کمیته فرهنگی، کمیته ارتباطات و سایر کمیته ها اونجا فعالیت میکنن که اینا هر کدامشان در بخش خود فعال هستند و برای مردم ارزی خدمات میکنن. و بانوان هم خوشبختانه ما به زودی شاهد ایجاد کمیته بانوان در ولایت سمنگان خواهد بودیم که بیشتر از 30 تا بانوی خیلی توانای سمنگان اونا حلقه گرفتن تا بیان عضویت این انجمن را بگیرن و کمیته بانوان را در ولایت سمنگان فعال بسازن تا بتانن که در بخش بانوان مشکلاتی که خصوصا بانوان سمنگان با مواجه هستن آزادانه و بدون هیچ نوع چالش و مشکلی اینا دادخواهی بکنن. بسیار خوب، شما سلامت باشین، ان شاءالله که در کارهایتان همچنان موفق باشین. شکر، همچنان از شما. آقای ظریفی از یک تشریف آوردین. و حالا هم هموطنان عزیز، فن فردا تا ساحه از دنیای تکنولوژی را با هم یکجا تماشا میکنیم و دوباره برمیگردیم، با ما باشین. سوپر استور پانتر پروگتنو مجهز و پیشرانه لامبورگینی هوراکان رو نمایی شد. شرکت ایتالیایی آرس دیزاین در راستای برنامه خود برای احیای مدل های افسانه کلاسیک از موتر سوپر اسپورت پانتر پروگتنو مجهز و پیشرانه لامبورگینی هوراکان رو نمایی شد. شرکت تیونینگ موتور ایتالیایی آرس دیزاین در سال 2019 در نمایشگاه کنکورسو دل گونوزا به طور رسمی از سوپر اسپورت پانتر پروگتنو رو نمایی کرد که نسخه مدرن از مدل قدیمی دی توماسو پانترا به شمار می‌رود. پانترا موتور اسپورت پیشانه وسط متعلق و موتورساز ایتالیایی دی توماسو است که بین سال‌های 1971 تا 1993 تولید می‌شد. و در 22 سال حدود 7000 دستگاه از این مدل محبوب به فروش رسید. از آن زمان تا کنون سوپر اسپورت آرس دیزاین از نمونه اولیه به مدل تولیدی تبدیل شده است. البته اگر این اصلاح برای موتور با تیراژ حدود 21 دستگاه مناسب باشد، برای بزرگداشت این لحظه آرس دیزاین اولین فیلم پویا از پانتر پروگتنو را منتشر کرده است. این فیلم با عنوان شکل دهی کاربن که در جاده های اطراف شهر مدنا فیلم برداری شده و موادی که بدنه سوپر اسپورت آرس دیزاین از آن ساخته شده است اشاره می کند.